صفای قدمت دیده گلزار شگفت، گل لبخند به شوق آمد و بسیار شگفت. خنده ها بر لب صد پنجره باز نشست، روشنی ها به دل پنجره تار شگفت. مژده آمدنت پشت جفاکار شکست، آتش عشق تو در سینه احرار شگفت. خم دنیا ز دل خلق جهان پای گرفت، انتظار فرجت گل شد و صد بار شگفت. در غم عشق تو می سوخت دل خلق جهان، آمدی این دل ما چرخ اسحار شگفت. چه مبارک سحری بود که از فیض رخت باغ‌ها جمله به رقص آمد و گلزار شگفت. باغ‌ها جمله به رقص آمد و گلزار شگفت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد و آل محمد و عجل ولیک الفرج. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام خدا آغاز میکنیم و عرض سلام و احترام داریم به آستان مقدس پیامبر نور و رحمت، حبیب خدا محمد مصطفی و اهل بیت نازنین و مطهرش. همچنین محضر شما دوستانی که با عشق و اشتیاق و علاقه بیننده و شنونده ویژه برنامه موعود در اسلام هستین، سلام تقدیم میکنیم. انشاءالله که روزگار به کامتان باشد و خرسند هستیم که در چنین لحظه های مهمان نگاه های مهربان شما دوستان هستیم. بحث ما پیرامون ویژگی های امام زمان علیه الصلاه و السلام بود و تقریبا دو جلسه ای است که معذر شما دوستان هستیم و اوصاف حضرت را مورد بررسی قرار میدیم. انشاءالله که با چنین بحثی بازم در خدمت شما خواهیم بود و امراهی شما را نیز خواهان هستیم. فیسبوک ما و شماره سال پایه مثل همیشه در خدمت شما دوستان 0794-200-818 پلهای ارتباطیتان با برنامه موعود در اسلام است. پیشنهاد، انتقاد، دلگفته، مناجاتی که دارین میتونین به برنامه خودتان ارسال بکنین. بهره میبریم، استفاده میکنیم از فرمایشات خوب و ارزنده مهمان ارجمندمان جناب استاد سید محمد جواد محسینی. حاجا خوش آمدین و سلام و پذیرا باشین. شکر، خوش باشین. سلام عرض ادب خدمت شما و همکاران شما و بیننده های بسیار نهایت عزیز و مهربان تلویزیون تمدن و شنوندگان رادیو فرهنگ. انشاءالله همه دست جمعی به محضر آقا بقیت الله یک سلام عرض کنیم. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا امین الله فی بلاده، السلام علیک یا صاحب العصر و زمان. انشاءالله بتوانیم از جمله یاران مخلصان حضرت و از جمله نوکران حضرت محسوب شه. انشاءالله که امین تبر باشه. جواب خوب است که یک مرور مختصری هم داشته باشیم از بحثی که مطرح شد، چون بحث کلی ما پیرامون اوصاف و ویژگی های آن حضرت است، چنانچه میدانیم که نظر و وس و توان خود میخواییم این مسئله را مطرح بکنیم و مرور مختصری داشته باشیم تا یک پل ارتباطی برقرار بکنیم با بحث گذاشته ما. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ما بعضی اوصاف و ویژگی ها و القابی که برای حضرت بقیت الله الاعظم بیان شده و سر زبان هاست در روایات آمده، یک مقدار را در جلسات قبل بیان کردیم و گفتیم از قبیل بقیت الله، صاحب الزمان، قائم، خلیفت الله، وسیع خاتم، به معنای صاحب که صاحب الزمان و صاحب بتنهایی که تفصیلاتش یک مقداری در جلسه قبل عرض کردیم خدمت شما بیننده های محترم. یک قسمتی از اوصاف و ویژگی هایش که قبلا هم عرض کردن، این اوصاف و ویژگی ها حکایت و بیانگری بعضی از فضایل و شخصیت هایی که در وجود نازنین بقیت الله هست اشاره به اونها دارد. بله، یکی از چیزهایی که سر زبان های مردم به عنوان لقب آقای امام زمان هست به معنای خورشید هدایت است. این برگرفته از روایت است. یک روایت را از جریر ابن یزید طبری که از علمای اهل سنت است، این در منابع شیعه هم این روایت را داریم، در منابع اهل سنت هم این روایت موجود است که از پیامبر نازنین اسلام نقل شده که اذا قام قائمنا
اشرقت الارض به نور ربها. وقتی که میگه قائم و قیام بکند، زمین را به نور پروردگار خودش منور میکند. در این لقب و ویژگی و صفت حضرت، البته اصلا لقب حضرت است و این القاب حضرت حکایت از ویژگی های حضرت میکنه، حضرت تشبیه شده به خورشید، اونم خورشید هدایت. و تعبیرات دیگه هم داریم که ستارگان درخشان امامت و ولایت، که آخرین ستاره درخشان امامت حضرت بقیت الله هست. و همچنین که در بعضی روایات به خورشید تعبیر کرده از حضرت، یک وجه تشابهی میتونه آدم بیان بکنه از لحاظ اینه که خورشید کارش چیست؟ نورافشانی است و مایه حیات تمام جانداران هست. همونطوری که خورشید از پشت ابر هم میتواند که برای موجودات دیگر نیرو ببخشد و انرژی تولید بکند، حضرت بقیت الله هم در زمان غیبت عین تشابه را بر خورشید دارد. دیگر خورشید پشت ابر فواید خودش را نمیتونه که با وجودی فاصله شدن و حایل شدن ابر از دست بده. وجود آقای امام زمان هم که تشبیه به خورشید شده، جهتش اینه، ولو در پشت پرده غیبت است، اما کارهای خودش را میکند، نفع خودش را به جامعه میرساند، نفع خودش را میرساند. وجود آقای امام زمان اونطوری که در یک از ویژگی ها گفتیم بقیت الله هست، بقیت الله یعنی وجودی که برای خود و جامعه و جهان نافع باشد، نفع الهی داشته باشه برای جهان. این نفع از وجود بقیت الله العظم به جهان میرسد. دیگر وقتی این نفع میرسد، اون وجه تشابهی که در حضرت ذکر شده است با خورشید، اون وجه را محرز بکنه. این حدیث را ادامه شا خدمت بخونم. میگه که وقتی که قائم ما قیام بکند، اشرقت الارض به نور رب ها، زمین را به نور پروردگار خودش منور میکند. و بعد داره واستغنى العباد عن ضوء الشمس، بندگان الهی از نور خورشید بی‌نیاز می‌شود. و سار اللیل و النهار واحدا، و شب و روز یکی می‌شود. و ذهبت الظلمه، و ظلمت و تاریکی از دنیا رخت بر می‌بندد و می‌رود. البته این طوری نیست که وقتی حضرت بقیت الله ظهور می‌کند و مانند خورشید، اصلا خورشید به هم بخورد از بین برود، نه، این یک تشابه معنوی هست، نه اینی که عین خورشید باشه. اینی که میگن جهان را به نور پروردگار روشن میکند، یعنی به نور هدایت الهی روشن میکند. الله نور سماوات و الارض. و بعد چه داره که میگه زمین از نور الهی روشن میشه، یعنی به نور هدایت الهی، به نور عدالت و به نور اونی که مردم در انتظار او هست، روشنایی عدالت در سراسر گیتی گسترش پیدا میکند. این بهترین روشنایی هست و مردم از روشنایی خورشید به نیاز میشود. و شب و روز یکی میشود. شب و روز یکی شدن یعنی چی؟ یعنی همون فواید را که در خورشید میتونه انسان در روز کسب بکنه و بتونه در روز مردم راحت تر به کار و کسب خودش مشغول میشه، میپردازه. در شب هم در اون زمان ظهور هیچ خوف و ترسی از تاریکی نیست. درست. چون جهان به نور عدالت روشن است، شب و روز در اون زمان نمیخواهد. خب از لحاظ مادی هم شاید در اون زمان از نظر تکنولوژی و پیشرفت همونطور که در شهرهای متمدن امروز دیده می شود که شب و روز نداره، همه جا روشن است. حتی از لحاظ ظاهری و مادی هم جهان روشن شود، منتها بیشتر جنبه معنوی قضیه مهم است که عدالت در سراسر گیتی حاکم می شود با آمدن حضرت. دیگه شب و روز یکی می شود و ذهبت الظلمه، ظلمت و تاریکی می رود، ظلمت جور و ستم می رود، ظلمت ترس و اجحاف از ستمگر می رود، ظلمت سرقت و سارقین از بین جامعه می رود، ظلمت ترس از بین مردم رخت بر می بندد و می رود. چون عدالت وقتی حاکم شد، مردم از هیچ چیزی نه ترس دارد و نه حراس دارد در اون وقت، که لذا مردم در شب روز به کارهای خود ادامه می دهد، در مسافرتهای خودش، در دید و بازدید از اقوام، حتی در خانه های خودشون. ما حالا داریم شب وقتی در خانه می خوابیم از تاریکی می ترسیم، دروازه ها رو هم خوب محکم می کنیم از ترس دزد و سارق و اینها، از ترس دشمن. در اون زمان شب و روز یکی میشه، همونطور که امروز روزه ها دروازه ها برای ما باز است، کسی دروازه خودش رو زیاد محکم نمی کنه مانند که شب محکم کنه. و در اون زمان هم چون شب می خوابه در بستر استراحت می کنه، باز هم راحت است، از لحاظ فکری هیچ خطری را احساس نمی کنه، چون عدالت حاکم است. این یکی از ویژگی ها و اوصاف حضرت، یکی از اوصاف حضرت، یکی از القاب حضرت مهدی موعود است. کنم یک روایتی داره
برای چی میگه مهدی نامیده شده است؟ که باز هم در دلایل الامامه همین ابن جریر طبری او روایت را نقل میکنه و چی تسمیه و نامگذاری حضرت را به مهدی بیان میکنه که مهدی نامیده شد به خاطر که هدایتگر است و مردم را هدایت میکند، از قلب و دل مردم خبر میدهد. و در یک روایتی داره که میگه دجال را میکشد، طوری میکشد که حتی نمیفهمد، مردم تشخیص داده نمیتونه که به چی وسیله او را کشته و قتل رسانده. و این حضرت از این جهت گفته در وجه تصویم آن حضرت به مهدی این روایت را نقل کرده است. یکی از القاب حضرت منتظر هست. منتظر به این جهت لقب گرفته که تمام عالم و جهان در انتظار وجود با برکت و نازنین حضرت است. از این جهت اون لقب به حضرت داده شده و ما منتظر اون حضرتیم. این یکی از ویژگی های بارز حضرت و مهم هم هست، اهمیتش برای ما هست در زمان غیبت. از اینجا شاید اینان بحث ما تغییر بکنه برای بیان ویژگی های منتظران حضرت مهدی. تا حالا ما یک مقدار از ویژگی های حضرت را بیان کردیم و گفتیم تا آشنایی بیشتری با حضرت پیدا بکنیم، با اون القابی که گفته که هر کدام حکایت یک ویژگی خاص حضرت را دارد و وجود نازنین حضرت یک لقبی به نام منتظر دارد. منتظر، این جهان در انتظار او، و بعد ما هم منتظران اون حضرتیم، جزوی از جهان هستیم، یک چیزی در جهان هستیم، بلکه ما بیشتر در معرض انتظار قرار داریم و انتظار از یک وجودی که هدف والای انسانیت را تشکیل میدهد و غایت خلقت بشر و غایت بعثت انبیا هست. ما در انتظار یک همچون منتظر قرار داریم و حتی هم در مورد اهمیت انتظار بعضی از لحاظ عقلی گفتند که اصلا شکوفایی زندگانی انسان را همین انتظار و امید تشکیل می دهد. زندگانی انسان و حیات انسان، حیات امروزی انسان را اون چی که باعث شکوفاییش می شود امید فردا هست. اگر این امید نباشه کس نمی تواند زندگانی فعلی خودش را زندگی بنامد. و هر قدر میگه که از لحاظ اهمیت و آرمان و هدف منتظر و انتظار انسان بهتر و برتر باشه، رویش انسان، فکر انسان، عمل انسان هم به همون میزان برتری پیدا میکنه. خب حالا ما در این موردی که منتظر هستیم، منتظران حضرت باید ویژگی هایی داشته باشد و در معنای انتظار که منتظر چی کسی هست و انتظار به چی معنا هست و اهمیت انسان انتظار مطالبی داریم. در اهمیت انتظار جایی بحث زیادی نیست که روایات زیادی داریم. روایت نبوی هست که بهترین اعمال امت پیغمبر انتظار فرج خداوند متعال عز و جل خوانده شده است. افضل اعمال امتی انتظار و فرج. انتظار فرج بهترین اعمال هست. و در روایت دیگری از امام رضا علیه السلام نقل شده است که ما احسن من الصبر و من انتظار الفرج. چی چیزی بهتر از صبر و انتظار فرج است؟ چون صبر و بردباری و استقامت در برابر ناملایمات از لازمه انتظار هست. پس این دو با هم در یک کلام از امام رضا نقل شده است که وقتی انسان منتظر اون هدف عالی و متعالی هست که وجود نازنین حضرت باشه، پس باید این دو ویژگی رو داشته باشه. بله. یکی در قدم اول صبر و استقامت در برابر ملایمات داشته باشه. مشکلات سر راه انسان قرار میگیره، باید با اون مبارزه بکنه، خسته نشه و از مبارزه کردن جان به جای دیگری نبره، از زیر بار مسئولیت فرار نکنه و در فکر جان خودش نباشه. از این لحاظ صبر و استقامت میخواد دیگه. بله. اینا از لحاظ اهمیت. اما چیزی که باعث اختلاف در بین متفکرین و انسان ها شده اینه که انتظار را معنا کرده اند، معنای انتظار را خیلی ها در موردش اختلاف دارن. بله. از این جهت میشه مردم را به چند دسته تقسیم کرد. یک دسته از مردم هست متدین، با تقوا، انسان صالح، نماز روزه خودشون را عمل کرده و نماز میخوان، روزه میگیرن و دستورات احکام شرعی خودشون و فروعات را خوب عمل میکنن، بعد دعا هم میکنن برای حضرت. فقط باورشون از انتظار این است که خوب عمل بکنیم و فقط خود را و ردیف انسان صالح نگه بداریم و در فرج آقای امام زمان هم دعا بکنیم، به همین میزان اکتفا میکنن و دیگه هیچ کاری نمیکنن. این یک دسته از مردم. دسته دوم کسانی هستن که باز هم عمل صالح دارن و کار هم انجام میدهن و در حال انتظار بسر میمونن. انتظار چطور معنا میکنن؟
میگه ما منتظر هستیم که خداوند متعال اون ذخیره خودش را یک وقتی به مرحله ظهور، زمینه ظهورش فراهم برسد که ظاهر شود، جهان را اصلاح بکند. این دو طایفه تقریبا نزدیک همند و از لحاظ انتظار زیاد تفاوتی با هم ندارند، منتها یکیش منتظره که تمام مفاسد را خود حضرت با دست خود به اصلاح بکنند، دسته دوم هم دعا هم میکنند و عمل خودش را انجام میدهند. لذا دسته دوم تفاوتش با دسته اول اینه که امر به معروف نهی از منکر نمیکنه. یک دسته امر به معروف نهی از منکر هم میکنه، منتها در همو حد زبانی و کاری برای پیشبرد اهداف انتظار نمیکنه و کار برای مبارزه با فساد و ظلم در جامعه انجام نمیده. اقدام عملی در مبارزه با فساد نداره، فقط در مرحله عمل شخصی و انفرادی خود را نگاه میکنه و حفظ میکنه. یک دسته دیگری که باور از انتظار داره میگه که چون یکی از علایم ظهور حضرت پر شدن دنیا از ظلم و جور و اجحاف است، درست میگه خب ما کار نمیکنیم، ما اصلا کار به این نداریم، خب خود حضرت میبیند، وقتی حضرت ببیند نیازی به ما نیست که ما بهم اصلاحگری بکنیم، فقط یک مقدار دعا بکنیم برای ظهور حضرت خوبه دیگه. امر به معروف نهی از منکر وظیفه ما نیست، خب خود حضرت میبینه، اگر کار خواست بکنه خودش بیای بکنه، وظیفه ما نیست. این از ساده لوحی است یا یک انحراف فکری هست. دسته چهارمی که خیلی خطرناک هم هست نزدیک به دسته سوم، اونا نه تنها که اقدام عملی در مبارزه با فساد میکنه، میگه حتی باید فساد در جهان گسترش پیدا بکنه، چون که یکی از علائم ظهور هست، وقتی این از علامت ظهور باشه باید این فساد دامنه اش گسترش پیدا بکنه. نه تنها که امر به معروف نهی از منکر نمیکنه، بلکه خود راضی به اون فعل هم هست و حتی کمک هم میکنه، زمینه گسترش فحشا و منکرات را هم فراهم میکنه تا میگه که زمینه ظهور فراهم شود. این فکر واقعا یک فکری که ریشه در انتظار داشته باشد با فرهنگ انتظار اصلا نمی سازد، چون منشه این فکر یا کسانی هستند که خود منحرفند یا دستان پشت پرده از لحاظ سیاسی دخیل هستند، یا یک عده ساده لوحند. ساده لوحند، خیلی باور ساده دارند که میخوان بگویند چون یکی از علایم انتظار این هست، خب خودشون را هم حفظ نمیکنه، وقتی خودشون را حفظ نکنه اون دیگه ساده لوحی هم گذشته دیگه، حتما در دایره انحراف گراییده دیگه، درست. تا اینه که یک کسی بیاید در ظلم و فساد کمک بکنه، نه تنها که اقدام عملی در مبارزه با فساد داشته باشه، میگه چی کار میکنه؟ میگه ما باید به فساد کمک بکنیم تا گسترش پیدا کنه، حضرت ظهور بکنه. این باورها همه باورهای غلطی در مورد انتظار هست. تقریبا چهار گونه برداشت را از انتظار مطرح کردین. آقا باز محضر شما هستیم، وقفه ای داریم که بعد از وقفه صحبت شما بهره خواهیم بود. از امروهی شما دوستانی که با ویژه برنامه موعود در اسلام حسین جهان سپاس، انشاءالله بعد از میان برنامه همچنان با ما باشید. خدایا خدایا نیامد گل تاها دگر سب نمانده، بیا یوسف زهرا، بیا یوسف زهرا، به عشقت اسیرم، به کویت فقیرم، ببین حال زارم، برایت بمیرم، برایت بمیرم. خدایا خدایا نیامد گل تاها دگر سب نمانده، بیا یوسف زهرا، بیا یوسف زهرا. تو نور خدایی، تو شمس زهایی، تو نور خدایی، تو شمس و زهایی، تو لطف خدایی، به دردم دوایی، به دردم دوایی، کنم ناله از دل، تویی گل منم گل، نظر کن بر این جم، تویی شمع محفل، کو
کنم نار از دل، توی گل منم گه، نظر کن بر این جم، توی شمع محفل، نظر کن بر این جم، توی شمع محفل. تشکر فراوان از این که با ما هستین. بحث ما در ارتباط با ویژگی های امام زمان علیه السلام بود و آخرین ویژگی که به حضرت منتسب است، یعنی این که عالم در انتظار حضرت است، و از اینجاست که بحث انتظار و وظایف منتظران و بالاخره برداشت هایی که در خود مفهوم انتظار میفته است پیش کشیده میشه و مجبور هستیم که در این زمینه مکسی و درنگی نیز داشته باشیم. آقا چهار تلقی از انتظار مطرح شد و بیان کردین به خیلی هم خوبی که این چهار تلقی بالاخره وجود دارد. حالا قطعا طبیعی هم است که این سوال در ذهن انسان ایجاد مطرح میشه که با کدامین برداشت یک انسان میتونه او منتظری باشد که باید در واقع آرزو و ارمان و خواسته منتظرش را برآورده بکنه. برای همطور که شما فرمودین، دقیق اشاره کردین، اینایی که گفتیم این چهار مورد یا سه مورد برداشت از انتظار، همه ایشان انتظار غلط است، برداشت غلطی از انتظار هست. انتظار صحیح، لذا میتونیم به صورت کلی انتظار را به دو معنای مختلف تقسیم بکنیم، انتظار صحیح، انتظار غلط. درست. انتظار غلط امین چهار باوری بود. اون کسایی که صالحند و خود عامل به وظیفه اند، تنها وظیفه فردی خودشون را انجام میدهند و آدمی صالح و متدین هستند، ولی برای ظهور حضرت هیچ کاری نمیکنن، فقط دعا یا حتی دعا هم نمیکنن، منتظرن که خود حضرت بیاین و مفاسد را اصلاح بکنن. هر وقتی که مصلحت شد خداوند را میفرسته میاد دیگه. اینا خودشون خوبن اما طرز تفکرشون غلطن. لذا گفتیم که اینها در دایره باورداشت از انتظار باور غلط داخل میشه. درست. باورداشت انتظار باور غلط همینه دیگه. خود انسان صالح خوبه، بد نیست، اما تفکرش غلط. لذا این هم از باورهای غلط انتظار هست. اونایی که در دایره انحراف کشانده شده است، حتی از لحاظ سیاسی، کسانی که باور غلط را بیشتر گسترش میدهند دستان سیاسی هستند که اونها بیشتر میخوان مردم را به انحراف بکشانند، چون سوء استفاده از باورهای مردم میخوان به نفع مادی خودشان یک مقدار استفاده بکنه. لذا این باورهای غلط را به خورد مردم میدهد، یا در بعضی اوقات هم از ساده لوحی یک عده انسانهای ساده لوح استفاده میکنن، اونها را هم به این دایره میکشونن که البته تعدادشون خیلی کمن. از لحاظ اینه که بیاین یک عده مردم متدین را به این دایره بکشونن، نمیتونه زیاد دست باز داشته باشه. اما باور صحیح از انتظار چیست؟ با توجه به همین باورداشت غلطی که با چهار باور غلطی مختلف تقسیم بندی شد، اگر خوب توجه شوه باور صحیح خود انسان میفهمه. باور داشته سه از انتظار اینه وقتی ما منتظری، همچه شخص منتظری که با اون ویژگی ها هست باشیم، چی کار باید بکنیم؟ باید عمل بکنیم، باید در مرحله عمل اقدام داشته باشیم، باید کار کنیم. لذا به صورت کلی میتوانیم انسان منتظر را با ویژگی ها و وظایف منتظر بیان بکنیم. یکی، وظیفه داره انسان در قبال خودش، خودش انسان صالح باشه، بله، چی کار باید بکنه که خودش را از دایره فساد دور نگه داره و در دایره انسان صالح و صلحا داخل شود. این یکی از وظایف منتظران هست. وظیفه دیگر پاکسازی جامعه هست، جامعه سازی است. اینا به صورت خلاصه است، تفصیلش را عرض می‌کنم. درستش. و ویژگی سوم برای انسان منتظر که برداشت صحیح از انتظار داشته باشد، زمین سازی هست برای ظهور اون منتظر. اینا وظایف منتظران است. خب اما در مورد در قبال وظیفه شخصی و فردی خود انسان چیکار باید بکنه؟ اینه در مرحله اعتقاد و عمل کوشش بکنه خودش را در مسیر حق نگه داری کنه، نه اعتقادش و عقیده اش منحرف شوه و نه از لحاظ عملی کمبود داشته باشه. درست. به یک کلام خلاصه، تقوا و پرهیزکاری تزکیه نفس را پیشه خود بکنه، ایمان معنی صالح باشه. چون این وظیفه فردی انسان منتظر هست، اول باید انسان منتظر خود را بسازه و صالح بکنه و بعد از مرحله ساختن خود قدمی اصلاحی را در جامعه میتونه برداره. و اینه که انسان منتظر خودش را صالح بکنه، تزکیه نفس داشته باشه
برای اینه که این ارتباطی تنگاتنگی با وجود اون منتظر داره دیگه. انسانی که منتظر کسی هست، منتظر هدفی عالی هست، باید خودش یک مقداری قدم های نزدیک را برای اهداف اون منتظر بپیماید دیگه، حداقل خود را نزدیک بکنه. گریشه قرآنی هم دارد که اعمال انسان منتظر هم پیشگاه بقیت الله، اون خورشید عالمتاب، خورشید هدایت و اون وجود منتظر عرضه می شود. در سوره توبه دارد که میگه وقل عملوا فسیر الله و رسوله، فسیر الله عملكم و رسوله والمؤمنین. میگه عمل بکنید، اعملوا، عمل بکنید، فسیر الله عملكم و رسوله والمؤمنین. خدا، رسول و مؤمنین اعمال شما را میبینه. خب وقتی ما به این عقیده باشیم، این ریشه قرآنی داره دیگه. بله درست. و در یک روایتی که در ذیل همین حدیث در تفسیر مجمع البیان نقل شده از امام صادق علیه السلام که پرسیده شده که منظور از مؤمنین در این روایت چیست، حضرت پاسخ داده در اون طبق حدیث که منظور از مؤمنین ما ائمه علیهم السلام است، یعنی خاندان اهل بیت، اوصیای نبی خاتم صلی الله علیه و آله. که عرض کردیم یک حدیثی هم داره، حدیث اثنا عشر که اولشون علی آخرشون قائم، از نسل حضرت علی علیه السلام که در حدیث در جلسه قبل بیان شد. این را بیان میکنه که اعمال انسان وقتی در محضر اون وجود نازنینی که مصداق بارز مؤمنینی که در آیه قرآن بیان شده که عمل انسان عرضه میشه پیشگاه خدا و رسول و مؤمن، مصداق بارز مؤمنین همین وجود نازنین بقیت الله الاعظم در زمان غیبت هست. وقتی انسان منتظر متوجه این باشه که عمل من در محضر خدا و حجت خدا انجام میشه، قطعاً ای آدم وادار میشه که عملی نیک انجام بده، تزکیه نفس بکنه و اخلاق خودش را درست بکنه تا اینی که در زمره منتظران واقعی قرار بگیره. احادیث زیادی در این مورد داریم که اعمال انسان در زمان غیبت، حتی در زمان حضور ائمه که ائمه یازدگانه قبل از وجود نازنین بقیت الله بوده، امام صادق علیه السلام در یک روایت بیان کرده که ما معاشرنا، انا معاشرنا اهل البیت، ما کسانی هستیم که اعمال شما در هر صبح و شام به ما عرضه می شود. یا در بعضی روایت داریم که در روزهای دوشنبه و پنج شنبه عرضه می شود. بعضی روایت هم داریم که در شبهای قدر نامه اعمال بندگان الهی و پیروان اهل بیت به محضر امام عرضه می شود. در اون می بیند دیگه. وقتی آدم ملاحظه بکنه، خب یک وقتی این نامه اعمال ما بیروده پیش بقیت الله العظم، اون وجود منتظر، ما که در انتظار او به سر می بریم و ببیند در این نامه، در این نامه اعمال ما چیزهایی را ببیند که خدای نخواسته ما که ما ارتباط با اون حضرت داریم و خود را مرتبط میدانیم، یک چیزهایی را در نامه اعمال ما ببیند که خود امام از دیدن اون احساس شرمندگی بکند، علیاذ بالله، پناه بر خدا. این خیلی سخته. یک انسان منتظری که از آدرس عالم و ملا و دانشمند اعمال در نامه عملش نوشته باشه که به محضر آقا وقتی عرضه بشود وجود نازنین بقیت الله از دیدنش خجالت بکشه، که چون اشخاصی دارد به سمت انتظار وجود من منتظر به سر میبرد که از عمل کردش شرم و خجالتش به این آستان مقدس میرسد. این خیلی خطرناک است برای آدم. و قدم دومی که انسان منتظر و به عنوان وظیفه منتظر انجام میدهد، قدم اصلاحی برداشتنی در اجتماع است. ما گفتیم برداشت غلطه که آدم بگوید فقط خود را بسازم و کار به اجتماع نداشته باشم. این در دلایل امر به معروف و نهی از منکر به صورت کلی که بیان کرده است، بازم وظیفه ما را مشخص بکنه. ما منتظر اون منتظر هستیم که تمام اهداف و آرمان ما را برآورده میکند، که آرمان الهی و هدف مقدس هست. و امر به معروف و نهی از منکر هم دقیقاً به این مسائل اشاره میکند تا دامنه فساد از جامعه برچیده شود و دامنه عدالت گسترش پیدا بکند. و در هیچ زمانی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از دوش هیچ انسانی مکلف برداشته نیست، مخصوصا کسانی که منتظر حساب میکنن خودشان را. از وظایف حتمیشان اینه که در اجتماع اقدام عملی بکنن. اقدام عملی به چی؟ مبارزه با فساد مفسدین، چی ستمگران حکام جورن، یا فسادی که از قبیل مسائل جزئی در جامعه رشد و نمو میکنه و هر چیزی که برخلاف دستور شریعت اسلام باشه همون فساد است دیگه.
در مقابلش اصلاح هست. هر چیزی که از لحاظ اخلاقی فساد را گسترش میدهد، از لحاظ اقتصادی فساد را گسترش میدهد و از لحاظ سیاسی فساد را گسترش میدهد، فساد سیاسی در مقابلش اقدام عملی مبارزه با مفسدین سیاسی هست، فساد اقتصادی در مقابلش مبارزه با فساد اقتصادی را میطلبد که متخصصین رشته اقتصاد در این زمینه خود منتظرند و باید بیاین مبارزه بکنند با این فساد اقتصادی. و از لحاظ مسئولیت هایی که هر کسی در هر پست هستند، وظایف منتظران اینه که اونی که شخصا خود را اولا بسازند، یعنی در هر پست مقامی که باشند کوشش میکنه که رشوه نستاند، چون منتظر حساب میکنه خود را. بعد در این مرحله بازم اکتفا نمیکنه، اقدام عملیش اینه. وقتی میبینه که رشوه ستانی و رشوه گیری و فساد مالی در جامعه گسترش پیدا کرده است، کوشش میکنه قدم برمیداره، زبانن و قلمن و عملن کار انجام میده. در مراحل و عرصه های مختلف زمینه مبارزه هست، امر به معروف هست و نهی از منکر. اینها همه دلایل می شود برای اینه که انسان منتظر اقدام عملی را به صورت حتمی باید داشته باشند. اینها هست که میاد زمینه ساز برای ظهور حضرت می شود. ساختن خود انسان در مرحله اول است. این را بازم تکرارا عرض می کنم، تا خود را انسان نساخته باشد، تا خود دست از رشوه ستانی و سرقت و اختلاس یا دست خودش را نگیرد و خود را حفظ نکند، زبان خودش را نگیرد و دیگران گفته نمیتواند. تا خود را انسان صالح درست نکنه به دیگران نمیتواند، خود اصلا در مرحله عمل وارد شده نمیتواند. اونی که خود از لحاظ سیاسی فکر فساد در مفکوره اش دارد پرورش مییابد و دارد از لحاظ سیاسی میخواهد چیز را به نفع خودش ولو از راه فساد، همینه که انسان انحصار طلب شد و انحصارگرا شد. خواهی نخواهی انسان سیاسی باشد، انسان در عرصه اقتصاد کار کند، یا انسان در عرصه نظم و انضباط جامعه کار بکند، خواهی نخواهی اگر انحصار طلبی در مفکوره اش بود، خواهی نخواهی او را در فساد میکشاند، میبرد در هر عرصه ای که باشد، در هر پست و مقامی که باشد. تا از لحاظ خاصیت های فردی و ویژگی های فردی خودسازی نکرده باشد، تهذیب نفس نداشته باشد، و همین آیه قرآنی که اعمل و فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این را در عمل برای خود تطبیق نداده باشد، هیچگاهی نمیتواند در جامعه قدمی اصلاحی را بردارد. لذا از همین جهت است. حالا ما ممکنه سوال بکنیم چرا؟ خب خیلی از انسان مسلم هستن، البته بعضی ها باور غلط دارن، بعضی ها باور غلطی از انتظار هم ندارن، اما چرا نمیتوانند؟ چون خود را نساختند. درست. وقتی خود را نسازند نمیتوانند در مرحله عمل مبارزه بکنند با اونا. این دو مرحله است که انسان منتظر داشته باشد. مرحله سوم بعد از اینه که اقدام عملی و قدم مثبت و اصلاحی در جامعه برداشت و با فساد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و هر چی که بخوای مبارزه کرد، اون وقت بود مرحله زمین سازی برای ظهور فرا میرسد. زمین سازی از لحاظ تسلیحاتی که در بعضی روایات نقل شده است که حتی انسان منتظر وظیفه دارد که به اندازه ذخیره کردن یک تیر، یک سلاح، باید در زمان غیبت که در زمان انتظار به سر مبرد این کار را انجام بدهد، اقدام عملی بکند. خب ممکنه بگیم که منظور از سلاح چی سلاحی هست؟ بعض انسان ساده لوحی هست، وقتی نقل میکنه میگه کسی بود آدمی با تقوا، پرهیزگار، عامل به احکام شرعی، میگه یک اسبی داشت و یک شمشیری هم، میگفت ما این را ذخیره کردیم برای آقای امام زمان. ما ببینیم بعضی احادیثی که هم روایت شده است با قد نظر از سندش از لحاظ عقلی یک توجیه معقول باید با او داشته باشیم، با اونی که خیلی روایات های هم بازم داریم که ممکنه از لحاظ متن درست نباشه، با عقل انسان جور نیا، اصلا عمل کردنی با او روایات درست نیست. و انسان منتظر اگر میخواهد بازم منتظر زندگانی بکند و استناد به روایات بکنه اعمال خودش رو، به توجیه عقل پسند داشته باشه و عقلا او رو بپسند. منظور از تسلیحات، تسلیحات ظاهری و مادی نیست، ممکنه در شرایط زمان اسلحه تغییر میکند. از اون زمان، در زمان پیغمبر اسلحه مردم شمشیر بود، سپر بود، اینها بود، اما امروزه اونها اصلا خریدار ندارد، برای جان انسان اصلا نفع نمیبخشد. امروزه از تسلیحات بسیار متمدن پیشرفته امروز که جهان را دگرگون می کند به دسترس بشر ساخته شده بالاخره.
مهمترین اسلحه اسلحه علم است، اسلحه آگاهی است که اگر به این سلاح علم و آگاهی و دانش انسان منتظر مسلح باشه، قطعا ذخیره‌ای که در اون روایت آمده که به اندازه یک تیر ذخیره بکند، کوشش بکنه انسان منتظر که قدمی مثبتی در راه فرا گرفتن علم را بردارد تا میتواند کوشش بکند که یک مقداری از علم و دانش و آگاهی در خودش به وجود بیارد. این ذخیره کردن یک تیر هست. این هر قدری که انسان بتواند در مرحله دانش قدم مثبت برداشته باشد، گویا یک تیری برای زمان ظهور حضرت ذخیره کرد. خیلی تشکر میکنیم واجه از اوصاف امام زمان علیه السلام. شروع کردیم خورشید هدایت گفتین و مهدی گفتین و آخرینش که منتظر بود، از اینجا بحث انتظار پیش آمد، اهمیتش را بیان کردیم و نیز تعریفش را. تا بالاخره به اینجا رسیدیم که وظایف منتظران چی است، سه گزینه را نیز ذیل این عنوان کلی بیان کردین. شما تشکر میکنیم، انشاءالله که در جلسات بعدی بازم این موضوع را بیشتر بشکافیم از زاویه های گوناگون، تا باشد انشاءالله که با آگاهی و معرفتی که از وظایف منتظران پیدا میکنیم، ما هم انشاءالله از زمره کسانی باشیم که واژه انتظار بر ما هم صدق کند. از شما جهان سپاس، اجرتان با امام زمان باشد و نیز از همه شما خوبانی که بیننده بودین و شنونده برنامه خودتان بودین تشکر فراوان داریم. خداوند جار و نگهدارتان باد. اللهم عجل لولیک الفرج.